بشرى لنا ولد الحسن وبنوره ضاء الزمن. بشرى لنا ولد الحسن وبنوره ضاء الزمن. ولد ابن خير الأوصياء والمجتبى والمؤتمن. ولد ابن خير الأوصياء والمجتبى الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله. تبریک میگویم ولادت با سعادت آقا امام حسن مجتبى سلام الله علیه را به تمام بینندگان عزیز، روزداران ماه مبارک رمضان، عزیزانی که ایام نیمه ماه مبارک رمضان خود را در جشنهای ولادت با سعادت امام مجتبی تبریک گویان به محضر مقدس حضرات حجج معصومین امام عصر شرکت کرده اند و حاضر می سازند. ولادت آقا امام مجتبی سلام الله علیه در نیمه ماه مبارک رمضان است، در واقع ماه منزل امام امیر المؤمنین و بی بی فاطمه زهرا و ماه فرزندان آقا رسول اکرم امام حسن مجتبی. نیمه ماه رمضان آمد و ماه مبارک رمضان را از آن برکت و رحمت الهی که شامل حال ماه مبارک رمضان بود، رحمت ویژه‌ای، برکت ویژه‌ای را شامل حال این ماه کرد. در تاریخ داریم وجود مقدس آقا رسول اکرم آمدن به منزل بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. چون شما عزیزان می‌دانید، مستحضر هستید، برای فرزندان فاطمه زهرا این خصوصیت را پیامبر قائل بودند که هر آنگاه خداوند متعال به فاطمه زهرا فرزندی عنایت می کرد، آقا رسول اکرم به آن منزل می آمدند و خود مراسم و آیین روز اول و ساعات اول فرزند را انجام می دادند. چون در دین مبین اسلام وجود مقدس آقا رسول اکرم از طرف خداوند متعال برای ولادت فرزند و لحظات اولش در این دنیا و عالم وجود آیینی تدوین یافته است، به دست مبارک پیامبر دستوراتی صادر شده است. پیامبر خودشان عهده‌دار این برنامه ها می شدند، آمدن وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه را اسماء بنت امیس داخل پارچه زرد رنگی پیچید و آقا رسول اکرم دادن. پیامبر ناراحت شدن، فرمودن مگر من نگفتم فرزند از ابتدایی که به دنیا می آید باید درون پارچه سفید رنگ و در مقابل نور سفید باشد؟ بردند امام مجتبی را داخل پارچه سفیدی پیچیدند و آمدند به آقا رسول اکرم دادن. پیامبر در گوش راست او اذان گفتند، در گوش چپ او اقامه گفتند. سپس رو کردند به وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه پدر فرزند. چه نام برای او نهادی؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند من بر پر شما سبقت نمیگیرم، فاطمه بر من سبقت نگرفته است، ما همه منتظر فرمان شما هستیم. پیامبر فرمودند من هم از خدا سبقت نمیگیرم، جبرئیل نازل شد، خدا بر تو سلام می فرستد. یا رسول الله، علی را برای تو همانند هارون نسبت به موسی قرار داد. دو فرزند داشت هارون، شبر و شبیر. برای دو فرزندی که خداوند به علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان عنایت می کنند نام دو فرزند هارون را می گذاریم. شبر در لغت عبری ترجمان و برگردان می شود حسن، شبیر می شود حسین. نام این فرزند به دستور خداوند متعال
می شود حسن. چه زیبا نامی حسن، زیبایی، حسن، نیکویی. البته در این کوتاه سخن عرض کنم محضر شما بینندگان عزیز، خداوند متعال توسط وجود مقدس رسول اکرم و اهل بیت برای امت اسلامی از هیچ فرصتی فروگذار نشدند و از هر فرصتی برای هدایت جامعه اسلامی استفاده کردند. شما ملاحظه میکنید ولادت امام مجتبی است، جشن و سرور در منزل فاطمه زهرا است، ولی در عین همین جشن و سرور خداوند تبلیغ دین را میکند و به همگان متوجه میسازد که اینجا علی ابن ابی طالب همانند هارون جایگزین موسی، خلیفه موسی، وزیر موسی، برادر موسی است. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هم برادر پیامبر، جایگزین پیامبر، خلیفه پیامبر. فرزندان هارون هرچه نام داشتند، فرزندان علی ابن ابی طالب نام دارند. لذا نام وجود مقدس امام مجتبی را حسن گذاشتن، همچنانی که نام دو فرزند هارون را شبر و شبیر قرار دادن. بگذاریم وجود مقدس آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امام حسن یک نکته فرمودن بسیار زیبا. از صدها حدیثی که درباره امام حسن صادر شده است، اجازه بفرمایید این حدیث را در این برنامه خدمت شما عرض کنم. آقا رسول اکرم فرمودن هذا الحسن هدیه من رب العالمین لی. این امام حسنی که میبینید این هدیه خداوند متعال است به من. عزیزان باید توجه داشته باشیم در این حدیث پیامبر میفرمایند امام حسن مجتبی هدیه خداوند به من است. هدیه را کسی که می دهد چند نکته درباره او را رعایت می کند. اولا قدرت خودش را در هدیه دادن. یک شخصی که قدرت دارد، از لحاظ مادی تمکن دارد، سکه های طلایی را در ایام عید هدیه دهد، نگاه نمی کند رایج امروز دنیا چیست. قدرت خودش را، سلطان یک قدرتی در هدیه دادن دارد، مردم معمولی یک قدرتی را در هدیه دادن دارند. خداوند متعال اولین نکته‌ای که رعایت می‌کند قدرت خودش را در هدیه دادن رعایت می‌کند. ثانیاً شخصیت هدیه دهنده باید رعایت شود. ثالثاً شخصیت هدیه گیرنده باید رعایت شود. نکته دیگر باید هدیه مورد استفاده هدیه گیرنده باشد، ولا انسان، من طلبه روحانی، اهل علم و در حوزه علمیه، اگر شخصی یک کت و شلوار به من هدیه داد به کار من نمی آید. باید هدیه کتابی باشد به کار من بیاید، خودکاری باشد به کار من بیاید، عبا و قبایی باشد که ردای تن من شود. هدیه‌ای که خداوند به پیامبر می دهد باید اولا مناسب قدرت خداوند متعال سلطان عالم وجود باشد، ثانیا مناسب شأنیت خداوند متعال یعنی الوهیت خداوند و خالقیت خداوند، ثالثا مناسب شأنیت آقا رسول اکرم، نیاز آقا رسول اکرم باشد. رضا باید هدیه‌ای داده شود به کار اسلام بیاید، باید هدیه‌ای باشد به سود مسلمین شود، باید هدیه‌ای باشد برای بعد از پیامبر کاربرد اساسی داشته باشد. لذا شما می‌بینید وجود مقدس امام مجتبی را به پیامبر هدیه دادند که از بد به ولادتش تمام برکت است، تمام رحمت است، تمام خیر است، تمام عظمت است، تا زمان امامت امام مجتبی، خلافت رسمی امام مجتبی، آن هم در دورانی که شخص مقابل امام مجتبی، شخصی که در معارضه با امام مجتبی بود، شخصی بود بسیار با شیطنت، بسیار با فتانت و سیاست، معاویه ابن ابی سفیان، با کینه و دشمنی به اسلام، لذا جنگ بر علیه اسلام
ارتش میکشد بر علیه اسلام، ولی وجود مقدس امام مجتبی نقشه دشمن را میداند. میداند او نقشه اش برای امام مجتبی نیست، برای اسلام است. این پدر یزید ابن معاویه است که فردا کربلا مسئله را آشکار میسازد و اسلام را میخواهد از بنیه. لذا امام مجتبی با تدبیری بسیار ارزنده که در برنامه های تفصیلی خدمت شما خواهیم عرض کرد، صلح‌نامه‌ای، در واقع تدبیرنامه‌ای را نوشتند و امت را از شر معاویه در امان ساختند که در زیارت امام مجتبی در بقیع ویرانش میخوانیم: دفع الله بکل بلیه عن الاسلام، خداوند به وسیله امام مجتبی بلایی را از اسلام دور ساخت. امیدواریم این عید بر همه ما مبارک باشد و عیدی ما در این عید با شکوه از دست امام زمان امنیت و بازسازی حرم ویرانش بقیع مظلوم باشد و انشاءالله زیارتش را با برطرف شدن شر فتنه وهابیت از سرزمین حجاز همگان نائل گردیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. لنا ولد الحسن بشرى لنا ولد الحسن وبنوره ضاء الزمن بشرى لنا ولد الحسن وبنوره ضاء الزمن ولد ابن خير الأوصياء والمجتبى والمؤتمن ولد ابن خير والمجتبى والمؤتمن بشرى.